شعله های آتش در دست پروفسور لوپین پدیدار شده بود. در نور آتش صورتش خسته و رنگ پریده به نظر می رسید، اما چشمهایش هوشیار و مراقب بودند. پروفسور لوپین با همان صدای دورگه گفت: از جاتون تکون نخورین. آنگاه دستش را که شعله های آتش در آن زبانه می کشید جلویش نگه داشت و برخاست. قبل از آنکه لوپین به در کوپه برسد، در آهسته باز شد. در روشنای آتش هیکل شنل پوشی که قدش به سقف می رسید در آستانه در پدیدار شد. کلاه شنل چهرهش را کاملا پنهان کرده بود. هری به سر تا پای آن موجود نگاه کرد و ناگهان قلبش در سینه فرو ریخت. از زیر شنل دست براق و خاکستری رنگی بیرون زده بود که به نظر می رسید پوشیده از زخمهای وحشتناک و آغشته به لجن است. درست مثل دست مرده‌ای بود که در آب گندیده باشد.